سرخط خبرها. آغاز نشدن کار عملی 23 پروژه سال 1397 خورشیدی در غزنی تا کنون. کشته و زخمی شدن چند تن از نیروهای داخلی و خارجی در حمله انتحاری در ولایت پروان. نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش تلفات کارمندان بخش بهداشت در افغانستان. و جان سالم بدر بردن رئیس جمهور ونزوئلا از یک سوی قصد در این کشور. سلام و وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 14 ماه اسد سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت با من توریال ایتابش خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای سال مالی 1397 خورشیدی 76 پروژه در ولایت غزنی مد نظر گرفته شده است و 53 پروژه آن هم اکنون زیر کار است. مسئولان محلی غزنی میگویند که کار 23 پروژه دیگر سال جاری تا کنون به دلایل آغاز نشده است. برای سال مالی 1397 خورشیدی در ولایت غزنی 1.2 میلیارد افغانی از بودجه انکشافی برای تطبیق 76 پروژه انکشافی غزنی مد نظر گرفته شده است. از مجموعه 76 پروژه منظور شده، 41 پروژه آن از سال 1396 باقی مانده است و 35 پروژه آن جدیداً منظور گردیده است. از جمله 76 پروژه، 41 پروژه انتقالی بود که سالهای گذشته اینا بنا به مواظر و دلایل مختلف تطبیق عملی نشده بودن، بالاخره انتقال شده بر سال 97 امسال. و 35 پروژه جدید داشتیم برای سال 1397 که مجموعا 76 پروژه میشه و این پروژه ها شامل ساخت سرک ها، اعمار مکاتب، کلینیک ها، ساختمان اداری برخی ادارات، پول و پلچک و بخش ساختمانی مربوط به بخش ها میشه که خوشبختانه حدود 53 پروژه برای فعلا که ما با شما صحبت میکنم کار روی جریان داره. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که کار 53 پروژه آن زیر کار است و 23 پروژه آن تا کنون آغاز نشده است. وی ابراز امیدواری میکند که در این سال در حدود 80% بودجه انکشافی در غزنی به مصرف خواهد رسید و فیصدی بیشتری از این پروژه ها تطبیق و به بهره برداری سپرده خواهد شد. و امسال اگر ما نتونیم که تمام 76 پروژه را تطبیق بکنیم، ولی ای امیدواری وجود داره که بیش از 80% پروژه ها تطبیق خواهد شد و بیش از 80% بودجه که بر غزنی اختصاص داده شده مصرف خواهد شد. مصرف نشدن بودجه از سوی ادارات، عدم تطبیق پروژه ها به دلایل غفلت ادارات، ملاحظات امنیتی و بعضاً موجودیت فساد در پروژه های خرد و کلان در غزنی از عوامل گفته می شود که حکومتداری خوب در این ولایت را بعضاً زیر پرسش می برد. در حمله خونین طالبان بیش از 40 سرباز ارتش افغانستان کشته شدند. اختر محمد فرمانده پلیس ولسوالی چنارتوی ولایت اروزگان به رسانه ها میگوید که در این حمله 44 تن از نیروهای ارتش ملی کشته شدند که 840 تن هنوز هم در میدان جنگ باقی است. او میگوید که تنها جسد 3 سرباز و شمار از زخمیان در فرماندهی پلیس نزد آنهاست. در این مورد ذکرالله رسولی گزارش میدهد. آقای اختر محمد میگوید طالبان حوالی ساعت 1:30 شب گذشته به این پایگاه حمله کرده و ساختمان آن را نیز نابود کردند. او میگوید طالبان آنها را از 4 طرف محاصره کردند و به دولت هشدار میدهند که اگر نیروهای کمکی به آنها نرسد، سربازان پلیس در این ولسوالی نیز کشته خواهند شد. جان محمد از سران قومی ولسوالی چنارتو نیز از کشته و زخم شدن نزدیک به 40 سرباز ارتش در این ولسوالی خبر می دهد. به گفته او جنگ در ولسوالی چنارتو هنوز هم ادامه دارد و افراد گروه طالبان به سوی فرماندهی پلیس این ولسوالی در حال پیشروی هستند.
گزارش های نز وجود دارد که طالبان مسلح برخی از تأسیسات دولتی این ولسوالی را که هنوز به بهره برداری سپردن نشده بود با جاسازی مین تخریب کرده اند. مقام های نظامی این ولایت اما تنها سقوط پایگاه نظامی را به دست طالبان تأیید می کند و آمار تلفات را بسیار کم تر می خوانند. محمد معروف احمدزی فرماندهی پلیس اورزگان تأیید می کند که پایگاه نظامی در ولسوالی چنارتو به دست طالبان افتاده، اما در این رویداد تنها 3 سرباز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان گفته در این حمله پایگاه ارتش را تصرف کردند و مقدار زیاد مهمات و سلاح به دست آوردند. طالبان ادعا کرده در این حمله 55 سرباز دولتی را کشته اند. چند تن از نیروهای امنیتی افغان و خارجی در حمله انتحاری در پروان کشته و زخمی شدند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که حمله انتحاری بالای کاروان نیروهای امنیتی افغان و خارجی تلفات بر آنان وارد کرده است. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با نشر خبرنامه میگوید که در حمله انتحاری 3 سرباز ناتو کشته شدند. بر اساس خبرنامه در حمله انتحاری 1 سرباز آمریکایی با 2 سرباز افغان نیز زخمی شدند. صادق سنجر گزارش میدهد. خبرنامه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. از سوی هم مسئولان محلی در ولایت پروان میگویند که حمله انتحاری بالای کاروان نیروهای خارجی صبح امروز در قریه خلازه از مربوطات شهر چارکار این ولایت رخ داده است. گفتنی است که گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته و ادعا کرده که 8 سرباز آمریکایی در این رویداد کشته و زخمی شده اند. پروان از جمله ولایت های نزدیک به کابل است که در فرودگاه بگرام نیروهای خارجی حضور دارند. سازمان جهانی بهداشت از افزایش تلفات کارمندان بخش بهداشت در افغانستان نگران است. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین گزارش خود که مربوط به 6 ماه نخست سال 2018 می شود آورده است که آمار تلفات کارمندان بخش صحت در مقایسه با 6 سال نخست سال گذشته افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که از ماه جنوری تا ماه جون امسال 7 کارمند بخش صحت کشته شده است و بر اساس این گزارش 3 تن از کشته شدگان در ماه اپریل تا جون به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش مهری خوشبین. در این گزارش آمده است که افغانستان پس از سوریه و فلسطین سومین کشور است که آمار تلفات کارمندان بخش صحت در آن بالاست. بر اساس این گزارش در طول 6 ماه اول سال 2018 میلادی 54 حمله بر کارمندان بخش صحت در سراسر کشور ثبت شده است. در گزارش آمده است که در طول 6 ماه گذشته 37 تن از کارمندان بخش صحت در جریان وظیفه گروگان گرفته شده اند. در همین حال نماینده سازمان جهانی بهداشت با اظهار نگرانی از این موضوع میگوید طرف های درگیر جنگ باید به بی‌طرفی کارمندان بخش صحت احترام بگذارند و جلوی ارائه خدمات بهداشتی را نگیرند. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار.